نخستین فروند هواپیمای ایرباس از قرارداد میان ایران و این شرکت فرانسوی امروز در شهر تولوز فرانسه به مقام‌های ایرانی تحویل داده شد. فابریس برژیه، مدیر عامل ایرباس، میگوید تحویل این هواپیما تولدی دیگر برای شرکت هواپیمایی ایران ایر است. نیلوفر پورابراهیم از پاریس گزارش می‌دهد. با پرچم ایران و آرم شرکت ایران ایر، ایرباس نخستین هواپیما از 100 هواپیمای سفارش ایران را در شهر تولوز فرانسه به مقام‌های ایرانی تحویل داد. اولین هواپیمای نو برای ناوگان هوایی ایران پس از حدود 40 سال. این هواپیما ظهر فردا در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین خواهد نشست. فرهاد پرورش، مدیرعامل ایرانر، گفته است که این ایرباس A321 با ظرفیت 189 مسافر در مسیرهای داخلی ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قرارداد اولیه فروش 100 فروند هواپیما سال گذشته میان ایران و شرکت ایرباس به امضا رسید و ماه پیش نهایی شد. قراردادی به ارزش حدود 19 میلیارد دلار که به نوسازی ناوگان هوایی مسافربری ایران پس از سالها تحریم کمک خواهد کرد. فرایند گرفتن تمام مجوزهای لازم پیچیده بود. پس از آنکه اواخر ژانویه گذشته اعلام شد که توافق بین المللی هسته‌ای با ایران اجرایی شده، ما برای گرفتن تمام مجوزهای لازم درخواست دادیم، به خصوص به دولت آمریکا و اوفک، که این مجوزها را گرفتیم و حالا اینجا ایستاده‌ایم. در مورد اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، شرط بندی نخواهیم کرد. اما ما به تمام قوانین اروپایی و آمریکایی پایبندیم. از مجموع 100 هواپیمای خریداری شده توسط ایران، 98 فروند هواپیماهای نو و 2 فروند بازخرید هواپیماهای دیگری است که به گفته مدیرعامل ایرباس پیشتر از آنها استفاده تجاری نشده است. با وجود مشکلات فراوان بر سر راه مبادلات مالی و بانکی با ایران، تهران موفق به تامین مالی 42 فروند از این هواپیماها شده است. شرکت ایرباس میگوید آمادگی تحویل هواپیماهای بیشتری به ایران را تا پایان سال 2017 میلادی دارد. ایران همچنین ماه پیش قراردادی برای خرید 80 هواپیما با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرده است. شرکت ایرباس با نهایی کردن قراردادش با ایران و گرفتن سفارش‌های دیگه تا پایان سال 2016 تونسته از رقیبش بوئینگ در گرفتن سفارش ساخت هواپیما پیشی بگیره. نیلوفر پورابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.